بحث و بررسی روی علل و عوامل افزایش تهدیدات و حملات گروه داعش بر ضد اقلیت‌های قومی و مذهبی با آقای احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر سیاسی صحبت می‌کنیم که در برنامه با ماست. آقای سعیدی، شبتان بخیر. حملات بر سیک‌ها و هندوها در زمانی که طالبان بر ضد حکومت پیشین در جنگ بود نیز رخ داده بود. حالا در حاکمیت طالبان علل و عوامل وقوع این نوع حملات مرگبار و خشونتبار بر ضد این اقلیت‌ها و سایر اقلیت‌ها مثل هزارها چی است؟ بعد سلام عرض ادب خدمت شما و شنونده ها و بیننده ها شما. در دوره حکومت جمهوریت اشرف غنی حوادثی که رخ میداد به اقلیت‌های قومی و مذهبی حمله صورت نگرفت، حکومت آقای غنی زیادتر طالبان را متهم می‌ساخت. ولی بعد از اینکه طالبان کابل را تصرف کردند، بار بار از طریق رسانه ها اظهار کردند که داعشی در افغانستان دیگه وجود نداره، سرکوب شده و توان حرکت و جنگ افروزی را نداره و ما بر افغانستان به طور شاید و باید همه جانبه تسلط داریم. اما حوادث اخیر نشان میده که حمله بر تکیه خانه‌ها، مساجد، اماکن مقدسه شیعان و همچنین بر درمسال هندوان در کارته پروار شهر کابل نشان میده که داعش و نیروهای توریستی فعال هستند و طالب تسلطی بر جلوگیری از این گروه ها نداره. حتی اطلاعاتی وجود داره که نظر به روابط و دوستی سابقه که بین طالبان و گروه های دهشت افغان در گذشته وجود داشته، زیادی از اینا عملا در داخل طالبان در شهر کابل و در ولایات همجوار قرار دارن و میتونن با آسانی عملیات کنن ایواز از اینکه از خارج کشور بیاد. بنابراین یک مشکلی است و ثابت میشه که داعش زنده است، داعش فعال است و داعش روز به روز رشد میکنه و میتونه چالش های بزرگتری را خلق کنه. خب آقای سعیدی، اما طالبان به کرات حضور جنگجویان داعش را در افغانستان یا رد کردند یا حضور ضعیف آنها را پذیرفتند. داعش از انجام این نوع حملات در حاکمیت طالبان چه هدفی را دنبال میکنه به نظر شما؟ اول از حرف تا عمل بسیار فرق داره. بار بار طالبان گفته که حقوق بشر زیر پا نمیشه، حقوق زنان زیر پا نمیشه، داعش تسلط نداره. ولی ما عملا میبینیم که به کارتای پروان به چاش روز حمله میکنه و خصلت دیگه ای که طالبان داره متاسفانه دور از رسانه ها حقایق را کد میکنن. معلوماتی که ما داریم در کارتای پروان تعداد زیادتری از هندوها کشته شدن، تعداد زیادتر زخمی و از بین رفتن، چند تا مسافرهای بودکونه هم کشته شد. ولی طالبان کوشش میکنن که تلفات از تشکیلی رسانه ها دور نگه دارن. یه خصلت طالبانی هست. و از سوی دیگر اون چیزی که طالبان میگن که ما تسلط داریم، داعش سرکوب دادیم، حملات نشان میده که حرف طالبان دور از حقیقت است. و از سوی دیگر داعش میخواهد زور از مایی کنه، داعش میخواهد خودنمایی کنه، داعش میخواهد نشان بده که اون چیزی که طالبان میگن حقیقت نداره، ما هستیم، در هر نقطه ای که بخواهیم عملیات کرده میتونیم و ضربه میزنیم. یک واقعیت است. آیا تفاوتی بین دیدگاه طالبان و داعش در قبال اقلیت های قومی و مذهبی در افغانستان وجود داره؟ داعش با این نوع حملات فکر میکنیم به دنبال چی است؟ خب طالب در حال حاضر گفته که ما حق جعفری رو به رسمیت نمیشناسیم، که هم میتونه برای اقلیت مردم شهر چالش باشه. یعنی وقتی مذهبشان رو به رسمیت نمیشناسیم، سوال پیدا میشه که گفتنش از طریق رسانه خوب نخواهد. و من فکر میکنم که هر دو تا در گذشته هم در همچنان تارا که مسئولیتش طالبان به عهده میگرفتن، عین انتحار صورت میگرفت و عین عمل صورت میگرفت. داعش هم عین عمل میکنه. مثلا اگر حمله کنتیننتال به زمان حکومت اشرف غنی فکر کنیم، با حمله درمسال امروز کدام تفاوتی نداره. اگر حمله درمسال نوعه اوله دو سال پیش شما فکر کنیم با این درمسال تفاوتی نداره. اگر حمله کارته سخی یا حمله مسجد امام زمان در خیرخانه را در زمان طالبان شما فکر کنیم طالبان مسئولیت گرفتن، با این حملات دیگر تفاوتی نداره. هر دو یک شاخه است. ولی چیزی که به تکرار میکنم، داعش متاسفانه یا نیروهای حامی داعش یا نیروهای حامی داعش در بین طالبان زیاد هستند، نفوذ دارند. اینا میتونن بسیار عملیاتی را با آسانی انجام بدن، چون عملا در کابل شهرهای بزرگ حضور فعال دارند. بله آقای سعیدی، امروز وزیر معذرت سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد گفته که امریکا مانع اصلی برای به رسمیت شناخته شدن طالبا هست و نه تنها خودش طالبا را به رسمیت نمیشناسه، بلکه مانع به رسمیت شناختن دیگر کشورها میشه. به نظر شما چرا
فکر میکنن که امریکا مانی عزیز که به رسمیت شناختن شده، آیا طالبان اون عملکردهایی را که از دید جامعه جهانی نهادهای حقوق بشر به عنوان نقض حقوق بشر برای مشماره او را یعنی قبول نداره، یا فکر میکنن که هدف دیگه ای داره که امریکا را به عنوان مانع بزرگ میپنداره؟ ببینید آقای مجاهد دو هدف داره. از یک طرف میخواه امریکا را متهم بسازه تا بلکم روسیه، ایران و کشورهای آسیای میانه اونا رو رسمیت بشناسه. یعنی تضادی که بین روسیه و امریکا وجود داره، تضادی که بین چین و امریکا وجود داره، با اینکه امریکا موانعی به رسمیت شناختن است، بلکه روسیه تحریک شده ما رو به رسمیت بشناسه. یک هدف. و از طرف دیگه میخواه به دنیایی که به علیه امریکا هستن اونها رو هم تحریک کنه، بگویه که امریکا مشکلی ماست، نه شما دوستای ما و دیگران. و از سوی دیگر شما فراموش نکنید که ملاقاتی که ما با یکی از انتخابات امریکایی داشتیم در سطح معاون سفیر در دیار اجداد، او به ما گفت که ما تا وقتی که طالبان قراردادی را که در دوحه به ما امضا کردن او را عملی نکنن ما به رسمیت نمیشناسیم. بخیر دلیلی بود که اون چی که طالبان به ما به دوحه امضا کرده تعهد کرده او را عملی نکردن. تعهد چی است؟ حکومت همشمول، اشتراکی، تراگیر، حقوقی تعامل، البته مراد کردن حقوق اقلیت‌ها، تعلیم و تربیه زن ها، اینها رو به ما گفتن. شما و از سوی دیگر ببخشید، و از سوی دیگر طالب به ما تعهد کتبی کرده که ما هیچ گروهی تروریستی را در افغانستان اجازه نمیتیم. همین امریکایی به ما گفت که عملا امین زواری از ملا هیبت الله بیعت کرده، عملا مفتی نورولی پاکستانی که در لست سیاه است، یعنی تی تی پی پاکستان که در لست سیاه است، او عملا از ملا هیبت الله بیعت کرده، دیگر جایی برای گروه های تروریستی نمیماره که کسی منکر شد. خب اگر به صورت کوتاه بفرمایید چون فرصت کم هست، بحث همه شمول بودن حاکمیت طالبان رو شما اشاره کردین، آیا طالبان اصلا زمینی یا در واقع نگرشی نسبت به فراگیر بودن همه شمول بودن اصلا دارن، یا فکر میکنین یا یک نوع فقط حرف سیاسی است؟ چالشی که طالب در داخل خود داره و تنها آرزویی که داره میگه گروهی که از مهمت میکنه ملاهای مسجد و آخونده هست، اگر می اینا رو از وزارت بکشم اینا علیه ما تبلیغ منفی میکنن. بنام طالب اونانی که در سیاست میفهمن علاقمندی حکومت هم شمول یا هم قبول هم هستن، ولی نمیتونن، توانشی ندارن، مجرده که همین سیستم و شیرازه ای را که ساختن ای را دست بزنن، خود به خود مانند خاکستر پاک میشن. تشکر از شما جناب آقای احمد سعیدی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی افغانستان، که در برنامه امشب تحلیل و دیدگاهتان در باره وضعیت جاری و به ویژه خشونت‌های اخیر در افغانستان بیان داشتن. شبتان بخیر.